امروز و توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ ویدیوی جدید محمد روشنفکر. بچه ها این ویدیو رو گفته بودن توی اینستاگرام که علیرضا تو چند دقیقه با علیرضا این ویدیو رو ببین و اینا، دادم تصمیم گرفتیم که بریم این ویدیو ها رو یه ریاکتی بهش داشته باشیم. جناییه یعنی؟ چه موزیک متن خوبی داره، چه تصویربرداری خوبی، واقعا تصویربرداری ها لولشون خوبه. یعنی من تا الان توی چند دقیقه با علیرضا یا ابوالفضل همه دارن به من پیام میدن نمیخوام آقا نمیخوام یه دقیقه وایسید. یعنی یه سری جزئیات داره که خوب بهش دقت کردن دیگه، مثلا نور قرمز این ور و این ور هم که مثلا یه نور سبز طوری اینا هم قشنگه. امین جان. بله قربان. چند نفرم؟ دو نفر. آماده بشی میریم تو. بریم ببین بعد یه چیزی. برادرتون اونجاست. آه. مهم نیست. برو بالا. جالب شد. واقعا دوست دارم ببینم چی میشه. بذاره اکت معتاده با حال تر به نظرم جذاب تر. این دوستمون خیلی خوب بازی کرده. این دوستمون خیلی خوب بازی کرده. من تا نایده بودم. داداش تو رو خدا داداش به خدا اینو گفتم بریم دزدی، من کاری نکردم داداش. داداش دزدی بوده، بعد داداشش هم پلیس اومده دستگیرش بکنه. اوکی زندون 6 ماه منو میندازن زندون، بعدش هم میبرن کمپ. داداش داداش نزا منو برن داداش، جون مامان داداش. جون مامان قسم نخور. حس کار خوبه. واقعا این داداشم خوب بازی کرده. یعنی من قشنگ دارم نگاه میکنم حسیشو میگیرم خوبه. آت من که کسی نیستم، با عنوان یه بیننده منظورمه. الان یه سری میان از ویدیو رو زیاد استوب میکنی، من به عنوان هر نظری که میدم به عنوان یه بیننده دارم نظر میدم. اصلا اصلش اینه چند دقیقه با علیرضا قراره یه ویدیو ببینیم یه ریاکتی بهش بکنیم. همین. شیش ماه بعد. سلام. یالش بگی. خب شیش ماه بعد توی دیالوگا داشتیم که منو میندازن زندان، شیش ماه هم میندازن کمپ. یعنی فقط شیش ماه. نمیدونم حالا شاید توی ادامه ویدیو توضیح بدن که مثلا چرا. علیکو واسه آدمش میگم. نه تویی که دعاشتو به درجات فروختی. سلام ماما. حالا تو چند ماه نیومدی؟ میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. ماشالله به مامانه نمیخورد اصلا، دوتا پسره ماشالله نمیخورد اصلا. ببین نه من تو رو میشناسم نه تو منو میشناسی. این گردابیه که خودت 6 ماه پیش درست کردی. تا تو این گرداب غرقت نکنم ولت نمیکنم. اوکی نایمدی گرد و خاک کردی؟ گرد و خاک؟ گرد و خاک ندیدی یه گوشی ب... ما کافه میریم اینجوری، یعنی خوش تیپ همون کافه بریم اینجوریه. مثلا کافی شاپ مثلا دیت اول دیت اول مثلا دیگه خیلی دیگه مثلا تیپ بزنیم اینیم. بعد روشن فکر تازه مثلا زندون در اومده اینه. ای بابا به خدا محمد یک بار دیگه کار خلاف بکنی حلالت نمی کنم. نبایدم حلالم کنی. اون موقعی که قفونی گرفتم من انداختن گوشه زندون، زدی تو گوشش؟ کارشه محمد، کارشه. کارشه؟ منم کارمه. مثل یه گلوله آتیشه. منم کارمه؟ تا نهیده بودم یه دوست اینجوری دیگه. اینجوری دیگه کارمه. آتیش نزارم این محل و منطقه رو، ول کن نیستم. چوب خط کشیدم گوشه زندون که اومدم بیرون خط خطی کنم. موضوع انتقامه. سلام، سلام، سلام. سلام آقای محمدی.
نه من تو رو میشناسم نه تو. یه سری نمیدونم، من اصالتا ترکی زبان ترکی رو متوجه میشم ولی نمیتونم زیاد حرف بزنم. این واقعا الان حرف بزنم میخندیم بشن. کیفین احوالین هوار نیوخ بویروز بویروز مثلا بفرمایید اگه اشتباه نکنم. شیرینی سلام علیکم. شما نمیدونی من قند دارم نمیتونم شیرینی بخورم. ای بابا سنی نداریم که مناسبت پدر شدنم. البته هفته دیگه است، گفتم زودتر بیام تقدیم کنم که اگه باشه هم بازی دوران کودکی من. بالاخره ما نمردیم و پدر شدن شما رو هم دیدیم. خیلی مخلصیم ان شاء الله قسمت. آقا من اسم بگم، من همین الان اسم بگم، من ویدیو رو واقعا ندیدم و واقعا ندیدم، ولی چون ما یه دیالوگ داشتیم که میخوام خط خطی کنم و انتقام بگیرم و اینا و ایشون هم الان داره مثلا شینی و دو بچه ایشون میمیره تو سریال. این پیش بینی منه، حالا باید بریم ببینیم چی میشه، ولی من پیش بینی این که ایشون یا اتفاقی واسش میفته یا میمیره. داستان محمد چیکار کردی؟ مهم نیست، درست میشه. اون شیرینی هم ببر به بچه ها تعارف کن. این آخرین ماموریتت هم با من میای میری دیدی دی دی. آقا مطمئن شدم گفت آخرین ماموریت، مطمئن شدم که این اتفاق میفته. حالا من کسان در جریانش نیستم، به عنوان پیش بینی دارم میگم و نگید علی رضا مثلا اومد لو داد. آقای فرمانده کوچلا سوسات میشم، اینا رو بلدم. کوچلا سوسات میشم یار گلنده تو ظلماسون. در همین دادم به خدا خیلی خوب گفتم. نمیشه داداش من، نمیشه. من هر جور فکر میکنم این محله قفله. تو میفهمی چی داری میگی آخه؟ خوم رنگرزیه مگه؟ ببین یه جوری میگیرنم اون هفت پشتم لو میدن. روشن فکر از زندان در اومد تیپش یه تیپه مثلا خیلی چی میگم چی رویت میگم اسپورت مثلا الان کلاه و نه چیه؟ از اونجا در میومد بعد اینجوری می به کجاتون فشار اومده که نمیارین؟ فهمی شیرینی؟ اوکی شما نمیدونی من قن حبسشو که من کشیدم، عشقشو شما کردی. طلا فروشی جوادی آخه مگه میشه زد که چرنداری میبافی؟ دیدیم تو درست میگی. ببین چه منطقه حفاظتی کیه؟ این اگه میدونست که چهار تا چهار تا کاست پر نمیکرد. میدونم. اگه میدونی اینجا منطقه داشت تو داری این کارو با ما میکنی، ما رو وارد بازی نکن. ببین زندان زندانه. من استوب کنم. حالا یه شوخی هم داشتم ولی تیپو ببین وقتی من دارم مثلا یه چیزی رو نگاه میکنم، بعد مثلا حالا یه سریالی دارم نگاه میکنم، بعد تیپش تیپ اون شخصیتی که میبینم به کاراکتره بخوره، هر چیزی داشته باشه هر شغل داشته باشه، بعد تیپش هم به اون شغله مثلا بخوره، به اون کاراکتره بخوره. چه یه روزوش باشی، چه یه ماه، چه صد سال، بهش میگن چهار دیواری. هر طرف رو نگاه میکنی دیواره. رفتم تو هیچی نگفت خرد بچم. من الان اومدم بیرون، اومدم که حقمو بگیرم از شما، از همه تون، از اون ناتنی. ناتنی یا بمونین یا نموندین میکشونم اتون پایین، همون جور که منو کشوندین پایین. قسمت اولش تمام شد. حبسشو که من کشیدم. ببین عشقشو شما کشید. راجب ویدیو فیلم برداری خیلی جذاب بود، تدوین خیلی جذاب بود، نور پردازی ها خیلی جذاب بودن، بازی اون دوستمون که گفتم توی اون چند دقیقه خیلی به نظر من باحال بود، خیلی با استعداد بود. حالا بازم میگم نه اینکه من مثلا چیز خاصی هم، مثلا من نظرم مثلا خیلی به عنوان بیننده دارم میگم فقط. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چند دقیقه با علیرضا توی چنل دوم. یادتون نره چنل سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید، زنگ بزنید که من هر وقت اینجا ویدیو گذاشتم سریع با خبر بشید بتونید بیاید ویدیو رو نگاه بکنید. آره اینستاگرام تلگرام و توییتر منم پایین صفحه داره میده که تا الان فالو نکردید حتما حتما فالو کنید که خیلی خوشحال میشم اونجا هم منو داشته باشید. تا یه ویدیوی دیگه ادب معرفت و مهربونی یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه بدرود. تا یه ویدیو دیگر دوبار گفتم.